حتی در سالهای بعد هم هرچه بیشتر سعی کردم هدف و شخصیتی مستقل برای خودم داشته باشم، بیشتر به این واقعیت پی بردم که پیوندهای دیرین به برادر همزادم ناگسستنی است. در زندگیم بیش از یک بار ازدواج کردم. دارای چند فرزند شدم. بدگویان و مفتریان مرا متهم به شرکت در قاچاق، جاسوسی، همکاری با مافیا، حتی فروش مواد مخدر و عامل همه سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی دنیا کردند. مطبوعات فرانسوی مرا پلنگ سیاه لقب دادند. اکنون که به گذشته میاندیشم و به یاد کارها و صفات خارق‌العاده‌ای که به من نسبت دادن میافتم، لبخند میزنم. به نظرم فعالیت‌هایم به عنوان یک زن در عرصه سیاست، یعنی عرصه‌ای که تا آن روز یک سره در اختیار مردان بود، مرا آماده کنجکاوی همگان میکرد. شاهدخت اشرف پهلوی مستقل، رک و بحث‌انگیز بود. زنی شیک پوش، علاقمند به موسیقی جاز، در معرض دائم شایعات و نزدیکترین دوست و محرم برادر دلبندش پادشاه ایران. با بسیاری از رهبران جهان آشنا بود، یاری دهنده بینوایان بود، با بیسوادی پیکار می‌کرد و پشتیبان حقوق بشر و حقوق زنان بود. و چون این است میراث ماندگارش. اشرف پهلوی در سال 1298 زاده شد. خواهر همزاد شاه آینده ایران بود. در سالهای کودکی هر قدر می توانست در فعالیت‌های برادر و دوستان او شرکت می کرد. من گرچه از جسارت و انرژی مردان سهمی داشتم، از زن بودنم هم خوشنود بودم، اما نه از نقش ناچیز و بیمقداری که مردان در ساختار جامعه به زنان تحمیل کرده بودند. از دید من نقش مرد از بسیاری جهات فراگیرتر و جالبتر بود. پدرش رضا شاه پهلوی افسری شایسته و فرماندهی پرهیبت بود. مصمم بود میهنش را به کشوری پیشرفته تبدیل کند و کار را با مدرنیزه کردن نهادهای اداری، مالی و قضایی حکومت آغاز کرد. در دوران او راه آهن سراسری ایجاد شد و زیربنای صنعتی گسترش یافت. آموزش ابتدایی اجباری و نخستین دانشگاه تأسیس شد. همسر رضا شاه ملکه تاج‌الملوک نیز شخصیتی توانا داشت. مادرم به نوبه خود مانند پدرم مستقل و خودرأی بود. در آن زمان که زنان ایران در زیر چادر و روسری پنهان بودند و محروم از همه حقوق انسانی در برابر مردان چاره ای جز تسلیم نداشتند، مادرم از بحث و جدل با پدرم یا مخالفت با تصمیم های او نمی هراسید. در سال 1314 رضا شاه با کشف حجاب گامی بلند در راه تامین حقوق زنان برداشت و خود نخستین کس بود که همسر و دو دخترش را با روی باز میان مردم برد. پدرم مردی مذهبی بود، اما به این واقعیت هم آگاهی داشت که بسیاری از آداب و رسومی که مسبب عقب ماندگی جامعه ایران شده، زاییده سنت‌های کهن اجتماعی است و نه از مبانی اساسی دین اسلام. ملایان کشف حجاب را نه تنها تهدیدی نسبت به خود می شمردند، بلکه آن را خطری بزرگ برای سنتی دیرینه می دانستند که خود آن را وضع کرده بودند. در این مورد البته تفاوتی مهم بین نص قرآن و تفسیری که مفسران گوناگون از این احکام دارند وجود دارد. اما اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در سال 1318 تلاش‌های رضا شاه برای برکشیدن ایران به جرگه جوامع مدرن را متوقف کرد. با ورود نیروهای انگلیس و شوروی به ایران، رضا شاه به ناچار در سال 1320 از سلطنت استعفا داد. برادر شاهدخت اشرف ولیعهد محمد رضا پهلوی به پادشاهی رسید و رضا شاه به آفریقای جنوبی تبعید شد.
آتش جنگ جهانی همین شعله بر بود که اشرف برای دیدار پدرش به جوهانسبورگ سفر کرد. در ظاهر جوهانسبورگ کشوری اروپایی می نمود، اما نشانه های چشمگیر و ستمگرانه تبعیض نژادی زیبایی شهر را پنهان می کرد. در سینماها، رستوران‌ها، پارک‌ها، ساحل دریاها و حتی پیاده‌روها تبعیض بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان به شدت اجرا می‌شد. این وضع اثری منفی و ماندگار بر من گذاشت، آنگونه که سال‌ها بعد در دوران مأموریتم در سازمان ملل متحد مرا به کمیسیون حقوق بشر کشاند. در بازگشت به ایران جنگ‌زده، حساسیت اشرف پهلوی نسبت به تیره‌روزی دیگران افزون شد. نخستین باری که به محله فقیرنشین تهران رفتم تا دریابم چگونه میتوانم ساکنانش را یاری دهم، به شدت منقلب شدم. همیشه میدانستم و حداقل احساس میکردم که بسیاری از انسانها چون من خوشبخت نیستند. مردمی که نه محل مناسبی برای زندگی دارند، نه غذای کافی برای خوردن و نه لباسی برای پوشیدن. اما هرگز با چنین منظره ای از بینوایی و تیره بختی و نومیدی روبرو نشده بودم. از آن لحظه هدف زندگیش را یافت و کارش را با برپایی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی آغاز کرد. این سازمان به ایجاد بیش از 300 درمانگاه و بیمارستان در سراسر ایران موفق شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، خودداری روس‌ها از تخلیه آذربایجان اشغال شده به بحرانی خطرناک انجامید. او به بهانه آشنایی بیشتر با نهادهای رفاهی شوروی برای گفتگوی غیر رسمی با استالین درباره روابط دو کشور همسایه به روسیه سفر کرد. در پایان ملاقاتشان استالین او را یک میهن‌پرست واقعی نامید. با التیماتوم آمریکا استالین تصمیم گرفت ایران را ترک کند، اما در ازای آن خواستار سهمی از نفت ایران شد. در سال 1329 با ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق، درخواست روسیه به جایی نرسید و شرکت نفت انگلیس هم از تسلط انحصاری بر نفت جنوب محروم شد. با تسلط دولت ایران بر بزرگترین تصفیه خانه نفت دنیا در آبادان، خاورمیانه به یکی از بحرانی ترین مناطق جهان مبدل شد. ایران این بحران سیاسی و اقتصادی را از سر گذراند و در سال 1333 کنسرسیومی مرکب از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان موفق به عقد قراردادی با ایران شد. با افزایش درآمدهای نفتی، محمد رضا شاه به طرح و اجرای برنامه اصلاحات عمده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداخت که اساسی ترین آن انقلاب سفید بود که شامل اصلاحات ارضی و حقوق زنان می‌شد. این برنامه‌ها با مخالفت مذهبیون روبرو شد، اما اکثریت مردم پشتیبان آن بودند. شاهدخت اشرف کارآمدترین مدافع حقوق زنان ایران شد. او با بسیج سازمان‌های محلی و مردمی در ایجاد شورای عالی زنان که چندی بعد سازمان زنان ایران نام گرفت، نقشی کلیدی داشت. هدف اصلی ما این بود که زنان ایران را توانمند به حضور و فعالیت در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی کنیم و آزادی‌ها و حقوقی را تأمین کنیم که هزاران سال پیش نصیب زنان ایران بود. تلاش کردیم تا از راه سوادآموزی، آموزش حرفه‌ای، گسترش خودآگاهی، ارتباطیابی با زنان کشورهای دیگر جهان، زنان به استقلال و برابری اقتصادی با مردان دست یابند. در سال 1341 زنان به حق رأی دادن و رسیدن به مقام‌های بالای اداری و سیاسی دست یافتند. دیری نگذشت که زنان به نمایندگی مجلس، کرسی قضاوت و مقام سفارت انتخاب شدند. اصلاح قانون حمایت خانواده حقوق و آزادی‌های بیشتری برای زنان فراهم آورد. از جمله افزایش سن ازدواج به 18 سال، برابری با مرد در طلاق و سرپرستی فرزندان و نیز محدود کردن چند همسری. از آنجا که سواد کلید اصلی رشد اقتصادی شناخته می شد، بیش از 12,000 زن سپاهی برای سواد آموزی به روستاهای ایران فرستاده شدند. نرخ زنان با سواد و دانشجو رشدی قابل توجه یافت. فعالیت های شاهدخت در این زمینه او را به عضویت در کمیته بین المللی مشورتی سواد آموزی و معاونت عالی کمیته ملی سواد آموزی جهانی رساند.
در دهه 1340 اشرف پهلوی فعالیت‌هایش را در سازمان ملل آغاز کرد که 16 سال ادامه یافت. هنگامی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفتم، ذهنم بیش از هر چیز متوجه مسئله حقوق بشر بود. احساس می کردم که به پایان طبیعی همان راهی رسیدم که از زمان آشنایی با تبعیض نژادی در خیابانهای جوهانسبورگ در آن گام نهاده بودم. از آن زمان تا هنگامی که تبعیض ستمگران علیه سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی ادامه داشت. او عضو کمیسیون حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود. در دوره نیز به ریاست کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون مقام زن انتخاب شد و این ریاست هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را نیز بر عهده داشت. در سال 1347 اشرف پهلوی ریاست کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران را بر عهده گرفت. برای نخستین بار در عمر سازمان ملل، کشورهای در حال توسعه خواستار تلاش برای حقوق اجتماعی و اقتصادی بشر و نه فقط آزادی‌های سیاسی شدند. در اعلامیه نهایی که وی امضا کرد، این خواست چنین نوشته شد: از آنجا که حقوق و آزادی‌های اساسی بشر تفکیک ناپذیرند، تحقق کامل حقوق سیاسی و مدنی بشر بدون بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست. اشرف پهلوی در برپایی نخستین کنفرانس زنان در شهر مکزیکو نقشی کلیدی ایفا کرد. در این کنفرانس 6000 نماینده از 133 کشور با طراحی و تصویب برنامه جهانی کار رهنمودهای جامعی را برای پیشبرد جنبش زنان ارائه دادند. در سخنانش او به تعصب‌های ژرف و دیرینه نسبت به زنان اشاره کرد و خواستار رهایی آنان از قید و بندهای غیر انسانی شد، چه در شهرها و چه در روستاها. در فاصله میان جلسات سازمان ملل به کشورهای گوناگون سفر می کرد تا به آگاهی‌های بیشتری دست یابد. در اواخر دهه 50 با گسترش ناآرامی و با قدرت گرفتن مخالفین در ایران که بیشتر سنت‌گرایانی بودند که مدرنیته را برنمی‌تابیدند، در آخرین سفرش به ایران در سال 57 برادرش از او خواست برای امنیت خود کشور را ترک کند. در 26 دی ماه 1357 شاه و خانوادش ایران را برای همیشه ترک کردند. دو هفته بعد با پیروزی انقلاب اسلامی خمینی به تهران بازگشت. برای من به ویژه آنچه از رهگذر انقلاب بر سر زنان ایران آمد غم‌انگیز و دردناک بود. پس از پیروزی‌های درخشانی که در تلاشی دشوار و طولانی نصیب زنان شده بود، رهبران انقلاب فرمان دادند که زنان چادر بر سر کنند، از جامعه جدا شوند و به شرایط حاکم بر زنان در قرون وسطا گردن نهند. زنان نخستین گروهی بودند که علیه فرامین قهقرایی خمینی به پا خواستند و رنج زندان و تبعید را به جان خریدند. آنهایی که به پیکار ادامه دادند با چماقداران و دشنکشان رژیم روبرو شدند. هنگامی که خوشبینم، فکر می‌کنم که زنان ایران پنهانی آماده می‌شوند که بار دیگر به پا خیزند. با همه این دشواری‌ها، با گذشت زمان زنان ایران تولدی تازه یافته و جایگاه خود را پیدا کردند. اشرف پهلوی در زندگیش آماج تیر بدخواهانی بود که از هیچ تهمتی علیه او ابا نمی کردند. اما هیچ یک از این اتهامات هرگز به ثبوت نرسید. اما خدمات او در زمینه‌های رفاه اجتماعی، سواد آموزی، حقوق بشر و حقوق زنان واقعیات غیر قابل انکار تاریخی‌اند.